سلام، وقتتون بخیر. به محور خوش آمدید. امیر خان متقی در دیدار با کاردار سفارت پاکستان در کابل درباره مسائل سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید در این دیدار کاردار سفارت پاکستان گفته که چشم انداز حکومت تازه کشورش گسترش روابط با افغانستان است. روز پیش نیز آقای متقی با نماینده ویژه ایران برای افغانستان بر گسترش روابط میان کابل تهران تاکید ورزیده است. پس از دیدار امیرخان متقی با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که سرپرست وزارت خارجه با کاردار سفارت پاکستان در کابل نیز گفتگو کرده است. به گفته ذبیح الله مجاهد در این دیدار گفته شده که تعامل مثبت کشورهای منطقه با افغانستان در حال گسترش است و منطقه درک کرده است که ثبات افغانستان میتواند نقش مثبت در راستای ابتکارات و پیشرفت همه‌جانبه منطقه‌ای داشته باشد. در پاکستان حکومت جدید به میان آمده، افغانستان نیت نیک خود را اظهار کرد و همچنان خواهان ازی شد که افغانستان و پاکستان باید در عرصه‌های مختلف روابط خود را گسترش بدن و بخصوص در موضوعات تجارتی با هم همکار باشند. موضوعات مهاجرین زیر بحث قرار گرفت و همچنان روابط خوب بین دو کشور میتواند تمام پرابلم‌ها و مشکلات سر راه را حل بگرداند. این تاکید در دو جانب بود. کاردار سفارت پاکستان روابط میان افغانستان و پاکستان را ارزشمند خوانده و گفته است که چشم‌انداز حکومت تازه پاکستان گسترش روابط با افغانستان است و تلاش می‌شود که مشکلات میان دو کشور از میان برداشته شود. حکومت‌های ملکی آمده تعهدات داده ولی در او عمل کرده نتانسته و نمی‌تانستم. بنان ما منتظر هستیم که حکومت نظامی که قدرت اصلی پاکستان به دست اوناست، اونا در مورد ما استراتژی خود را چنج بکنه. اگر هر حکومتی که در افغانستان حاکم میشه یا در پاکستان حاکم میشه، اینا با هم تضاد باشن و این دو حکومت، در نتیجهش هم پاکستان زیان میبینه هم افغانستان. پس ما منحیث یک همسایه خوب با پاکستان، هم منحیث یک همسایه خوب باید با افغانستان یا با کابل رابط مثبت داشته باشه. پیش از این نیز کاردار سفارت پاکستان در کابل در سفرش به کندهار با ملا شیرین آخون والی کندهار درباره حل مشکلات موجود میان دو کشور گفتگو کرده بود. مسئله خط فرضی دیورن، گذرگاه ترخم و درگیری‌های مرزی پسین میان مرزبانان امارت اسلامی و پاکستانی از بخش‌هایی بودند که در این دیدار روی آنان گفتگو شد. چشم‌انداز دولت مردان پاکستان آیا روابط خوب با افغانستان بوده یا همواره بی ثباتی کابل؟ با روی کار آمدن حکومت تازه، اسلام آباد با چه سیاست وارد تعامل با کابل خواهد شد و راه عبور از تنش‌های مستمر میان دو طرف در چیز؟ در محور امشب بیشتر تلاش میکنیم تا روی روابط میان اسلام آباد و کابل صحبت بکنیم و مهمانانم در برنامه محور امشب آقای دکتر جنید فهیم چکری، استاد دانشگاه، اینجا در استودیو حضور یافتند و آقای احمد سعیدی، آگاه رابط بین الملل، هم روی خط اسکایپ با ما وصل شدند. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم از حضورتان. اجازه بدید با آقای سعیدی آغاز بکنم، برمیگردم به استودیو. سعیدی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. از حضورتان سپاسگزارم. با توجه به پس منظر تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل و ویژه در حاکمیت دوباره امارات اسلامی، فکر میکنین که سیاست حکومت تازه پاکستان در برابر افغانستان چگونه ترسیم خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مهمان گرامی و شنونده بینندگان و سلام و عرض ادب دارم. علیکم السلام. روابط خارجی بر یک کشور مانند آب حیات است. همونطور که سیاست داخلی متضمن سیاست خارجی، سیاست خارجی هم لازم است برای یک کشور، به خصوص برای کشورهای همسایه که افغانستان رفت آمد داره، مانند پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و غیره. اما برمیگرده با روابط پاکستان پیشینه، متاسفانه ما در پاکستان پیشینه خوبی نداریم. به حال هم وضعیت حاکمیت موجود در کابل به روابط با پاکستان حسنه نیست. من چند چیز خدمت شما عرض میکنم. شما میدانید که به خاطر روابط حسنه بین افغانستان و پاکستان چندی قبل مولای شیرین والی قندهار سفری داشت به پاکستان. چون مولای شیرین سابقه نیکوی هم با پاکستانی ها داره و از طرف دیگر به امیرالمومنین طالبان نزدیک است و به این خاطر طبعا مولای شیرین به پاکستانی ها وعده های داده بود که چی کاری را کرده میتونیم و در مقابل چی کاری را کرده نمیتونیم. آقای نظامیان سفیر پاکستان سفری به قندهار داشت تا از ملا شیرین پرسان کنه که ملا شیرین از یک طرف برابر طالبان نزدیک است، پرسان کنه که وعده هایی که داده بوده چی شد. اما باید اول این ملاقات را با وزیر خارجه و آقای متقی بکرد. بعدا مطبوعات عکس‌العمل منفی داشتن که چرا با وزیر خارجه ملاقات نمیکنه، یک ولی ملاقات بکنه. با آقای نظامیان با وزیر خارجه طالبان هم ملاقاتی داشت. اما ما برمیگردیم، این ملاقات ها که حکومت پاکستان نو شده، ضرور است که
یک هیئتی از کابل به پاکستان بره، از کابل به افغانستان بیاید، که امروز کابل تقاضا کرده که ما هیئتی را روان میکنیم، تا امروز پاکستان جوابی نه جوابی رد داده و نه جوابی گذاشت. اما برمیگردیم به خواستهای پاکستان. ما در حال حاضر کسانی که در کابل در قدرت هستند به هیچ صورت خواستهای پاکستان را عملی کرده نمیتوانند. پاکستان چیزی را میخواهد که طالبان افغانی نمیتوانند. پاکستان میگوید که تی تی پی یا طالبان پاکستانی در افغانستان هستند، شما در کابل اونا را حمایت میکنیم. بار بار سخنگوی طالبان آقای مجاهد گفت که نه، اینا در کابل نیستن، ما حمایت نمیکنیم، این کار داخلی شماست. دوم، اول تقاضای پاکستانی است که شما تی تی پی یا طالبان پاکستانی را مهار کنین، سرکوب کنین و بالاخره دشمنی خود پاکستان ختم کنن. طالبان افغانی این کار را هرگز کردن نمیتونن. حرف دوم، از خط دیگران حرفی به زبان نیاورین. همیشه مناسبات خود با هند اون چی که ما لازم میدانیم حسنه نسازیم. اما به این روزهای آخر این روابط کمک تیره تارتر شده. مسئولین عالی رتبه طالبان مانند وزیر سرحدات، مانند بین وزارت و آنچه که شما اشاره میکنین سیدی سه، پس به این معنی است که وقتی امارات اسلامی نمیتونه خواستهای پاکستان و اسلام آباد بپذیره و حالا که گفته میشه چشمانداز حکومت تازه پاکستان روابط خوب با افغانستان است، یعنی یک چیز تا حد یک شعار ممکن نیست که روابط پاکستان و افغانستان. اجازه بدید یک توضیح بدم که روشن شه. توضیح بدم، ببین، طالبان پاکستانی 20 سال با طالبان افغانی همکار بودن، دوست بودن، رفیق بودن، در یک کاسه نان خوردن، هم زبانن، هم بدن، همه ایدئولوژی هستن. چطور طالبان افغانی میتونه که شمشیر بکشه گردن اشاره بزنه؟ امکان نداره. دوم، مسئله خط دیونن مسئله مردم افغانستانه. بعد به این روزا طالبان افغانی به مقابل پاکستان در مسئله دیورن دعا میکنن، عکس العمل شدیدی نشان دادن، استقبالی را از هیئت هند کردن، رای چابهار تدارک دیدن. ما رفت آمد های صورت میگیره، اما خواسته هایی که پاکستان از افغانستان داره نه طالبان افغانستان او را عملی کرده میتونن، نه توانش دارن و نه این روابط به زودی حسنه میشه. تشکر، سپاسگزارم. برمیگردم سیدی سپ، سپاسگزارم. چکری سپ، حالا سید شما فکر میکنین با روی کار آمدن دوباره حکومت تازه در پاکستان رابط چگونه شکل میگیره؟ هرچند امارات اسلامی بسیار خوشبین است که چشم انداز حکومت تازه در پاکستان گسترش رابط با افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. سلام خدمت شما استاد بزرگوار جناب سیدی سپ و بینندگان محترم تلویزیون تولونیوس. خب وقتی که اردوغان از طریق انتخابات قدرت را گرفت در ترکیه، اعلان کرد که زیرو پرابلم ود نیبرز، مشکلات ما در صفر رسیده با کشورهای همسایه. سفرهای خود را با کشورهای همسایه آغاز کرد و گفتند ما باید از رای تعامل پیش بریم و امارت اسلامی هم عین سیاست را اعلان کردند با تمام کشورهای همسایه، خصوصا پاکستان. وقتی که حکومت جدید شکل گرفتند که ما باید روابط حسنه داشته باشیم با پاکستان. و از طرف دیگه پاکستان خودش هم یک کشور نیمه صنعتی است و ازبکستان، خصوصا کشورهای آسیای مرکزی، خصوصا ازبکستان. این دو کشور کشورهایی هستند که نیمه صنعتی هستند و نیاز دارند که تبادل کالاها بکنند در بینشان. دیگه هیچ راه مسیر ندارند بجز از افغانستان، یعنی مجبور هستند که باید به خاطر رسیدن اما مفاد مالیشان با همدیگر تعامل بکنند و با افغانستان هم یک مناسبات خوبی را برقرار بکنند و احتمالاً که جنگ اسرائیل و غزه ایران را هم تحت شعاع خود قرار میده و بندر چابهار هم بعد از این احتمالاً ناامن شوه و افغانستان ظرفیت داره از طریق اسپین بولدک میتونند که اموال کشورهای آسیای مرکزی بره به آسیای جنوبی و هم از طریق تورخم و پشاور و کراچی. یعنی در حدود 1.4 میلیارد دلار سالانه پاکستان اموالش هم وارد و صادر میشه از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی. یعنی این طرف کشورهای آسیای مرکزی را که جمع بکنیم با افغانستان 7 کشور میشه و این طرف پاکستان است. یعنی پاکستان را مجبور میسازند که باید با افغانستان مناسبات خود را حفظ بکنه، مناسبات درست هم روش انجام بده که هم اموال تجارتی آسیای مرکزی بتونه با آسیای جنوبی برسه و هم پاکستان هم نیاز داره که از لحاظ اقتصادی کالاهایش بره واسه مرکزی. این فکر میکنین بیشتر بدی که چکرس به حکومت نظامی میگن صلاحیت های بسیاری از موارد در کشور دست داره.
دارند و سیاست های کشور ترسیم میکنند. در خصوص از اینکه این دولت تازه یا حکومت تازه وارد تعامل میشه با افغانستان و چشم اندازش تاکید میشه که گسترش رابط با افغانستان است، در اختیار حکومت ملکی است یا نه؟ اما نظامیان هستند که راه و نقشه راه را تعیین میکنه چگونه وارد تعامل با افغانستان شوه. و فکر میکنین عمده ترین چالش هایی که در حال حاضر میان دو طرف وجود داره بر سر چه مواردی هستند؟ بدون شک افغانستان با پاکستان از گذشته‌های دور روابط خوب نداشتند. همیشه پاکستان کوشش کرده که در سطح بین الملل از آدرس افغانستان صحبت بکنه و منافع افغانستان اونا خودشان به دست بگیرند، یعنی کوشش میکنه که سیاست خارجی افغانستان از مسیر اسلام آباد به طرف غرب حرکت بکنه. این همواره تلاش پاکستان بوده، اما فعلا وضعیت جیوپولیتیک تغییر کرده، یعنی مجبور هستند که اونا به خاطر درآمدهای مالی خود باید با افغانستان تعاملات خود را انجام بده. بس کاسای 1000 که از مسیر افغانستان میره به پاکستان و پاکستان بسیار برش ضرورت داره، در صورتی که مناسباتشان خوب با افغانستان خوب نباشه بازی پروژه نمیتونه که تکمیل شوه. به می ترتیب پروژه تاپیس یا پروژه تاپ از چندین پروژه بزرگ داریم بین افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی. یعنی احتمالاً امو بعضی مجبوریت های پاکستان شاید روابط بعد از این حسنه نگاه بکنند، با وجودی که سعدی صاحبان در بعض بخش های اشاره خود را کردند. خب مشکلات به شکل جدیش حل نمیشه، اما وضعیت از این حالت کرده یا از حالت های گذشته کرده آیندهش خوشبین تر است. ولی اگر کوتاه مشوره بکنین چکلیسی بی که ظاهرا میگه جای به کار رسیده که روابط رسمی روابط تماس های رسمی البته میان پاکستان و افغانستان قطع شده و تنها از طریق چنل های غیر رسمی، یعنی بیشتر اشاره به سفر مولانا فضل الرحمن به کابل میشه و مولانا حامد الحق که اومدن گفتن این چنل ها هنوز باز هستند، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید که تمامی کانال ها باز است، کانال های ارتباطی با کابل. فکر میکنید چرا به این نقطه رسیدند در نهایت که حتی تماس های رسمی میان دو طرف بالاخره قطع شود؟ حکومت پیشین پاکستان همواره در این تلاش بودند که مثل سیاست های گذشته خود را تعقیب میکردند، از افغانستان خواستای داشتند که منافع افغانستان او را ایجاب نمیکرد. به می خاطر بود که روابطشان بسیار زیاد تنش آلود شد و افغانستان هم به خاطر دفاع از منافع ملی خود در مقابل پاکستان، در مقابل خواستای پاکستان استادگی میکردند، که بالاخره روابطشان به جای رسید که تمام تعاملات دیپلماتیکشان متوقف شدند. اما حال از هر دو طرف ما میشنویم که اونا خواهان روابط حسنه هستند بین هم دیگر. وقتی که هر دو طرف اراده زیر داشته باشند که ما میخواهیم که تعاملات مثبت و تعاملات سازنده و اقتصادی داشته باشیم، دیگه برداشت ما میست که احتمالاً وضعیت به طرف خوبی در حرکت باشه. بسیار تشکر، سپاس دارم، برمیگردم. شکری سیب سعیدی سیب. خوب حالا پس از برکناری عمران خان هم گفتین شما واقف موضوع هستین با روی کار آمدن شهباز شریف و قدرت، رابط میان کابل و اسلام آباد با تیرگی کشید، هرچند شما بر روی برخ از موارد صحبت کردین، مسئله تی تی پی، مسئله دیورند و مسئله آپای کنر و برخ از مسائل دیگه، اما فکر میکنین حالا ای که دوباره شهباز شریف به قدرت رسیده با چه سیاست قرار است وارد تعامل با کابل شود؟ امشب نمیخوام انتقادی صحبت کنم، میخوام تحلیلی صحبت کنم و قضاوت کنم شنونده ها. یک، سیاست خارجی در افغانستان و در کشمیر به دست حکومت های ملکی نیست، همیشه اردوی پاکستان، فوج پاکستان تصمیم میگیره. قاسم بنیر از روزی که لوی درستیز پاکستان مقرر شده گفته ما طالبان پاکستانی سلام زمین بگذارن و بدون قید شرط باید تسلیم شن، ما سرکوب بکنیم. این حرف بر بشنم، این حرف دوم چه میگم؟ حرف دومی است که طالبان افغانی از روزی که به قدرت رسیدن 2.5 سال در مورد طالبان پاکستانی به پاکستان اشتباهات بسیار بزرگی کردن. حال طالبان افغانی میگویند که ما قدرت و صلاحیتی در مورد طالبان پاکستانی نداریم، پاکستانی ها این کار داخلی شماست. اما طالبان افغانی 3 مرتبه بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان آتش بس کردن. یک مرتبه جرگه ای در سرینای کابل دایر کردن، یک دفعه در کانتینینتال، یک دفعه در پاکتیکا. حال مقامات پاکستان میگه که اگر شما نفوذ ندارین به طالبان پاکستانی، چطور تونستین 3 مرتبه آتش بس سمها را به سر طالبان پاکستانی بقبولانین؟ حالا نمیتونین، حالا فکر نمیکنین که حسن نیت امارات اسلامی در خصوص بوده بخاطر ثبات در پاکستان؟ عرض میکنم تا
طالبان افغانی میگه ما تسلطی نداریم، ما صلاحیتی نداریم، به گپ ما نمیکنه. میگه چطور سه مرتبه به گپ شما کرد حالا نمیکنه؟ کوی را اون طرف میمانیم. دوم برمیگردیم به حکومت شهباز شریف. به باور ما از تمام حکومت هایی که در پاکستان جور شده آماده شده، حکومت شهباز شریف بسیار شکننده است، به خاطر از اینکه اول به نفع طالبان نیست. حکومت عمران خان و شاه محمود قریشی به هر صورت به نفع طالبان افغانی بود، حمایت میکرد، اما این حکومت حمایت کرده نمیتونه. دلیل ها دارم. اول احزاب مذهبی پاکستان که طرف طالبان پاکستان بودن، مثل مولوی فضل رحمان و محمود خان اچکزی و خان ولی خان و سراج الحق و غیره، اینها دیگه در پارلمان پاکستان نفوذ ندارن. اینا چوکی ندارن دیگه، قصه شان مفته. یعنی احزاب مذهبی پاکستان دیگه در سیاست پاکستان برای 4 سال دیگه قصه شان مفته است، نقش ندارن. یک قدرت به دست پنجابی ها و سندی های سندی ها که پسر بی‌نظیر بوتو است در کابینه اشتراک نکرده، به خاطر اینکه میدونه که این کابینه شکننده است، تنها ریاست جمهوری و مجلس سنا را گرفته، بران کابینه را شهباز شریف ساخته. این حکومت عمرش از 6 ماه یا 8 ماه بالاتر نیست، سقوط میکنه حکومت. پاکستان در منجلاب داخلی گرفتاره. حرف دیگه ای که گفتم که حاکمیت موجود در پاکستان به نفع طالبان افغانی نیست، این مهره است به دست خارجی ها، حکومت پاکستان میگم، کیا؟ امریکا و انگلیس. بنان هر سیاستی را که امریکا و انگلیس در مورد حکومت امارات طالبان مد نظر دارند، پاکستان به همو اندازه دل خواهد زد، به همو اندازه عمل خواهد کرد. میدانی چی است؟ همی گفت میگم با شما دارم. گفت بیتون است که روسیه، چین، ایران میخواهند که تعاملی با حکومت طالبان برقرار شد تا دست امریکا از سیاست افغانستان کوتاه شود. اما امریکا، انگلیس، یک تعداد کشورهای اروپایی میخواهند در معاونت پاکستان، در معاونت پاکستان بازی را آغاز کنند، بازی را آغاز کنند که در خارج از افغانستان مخالفین طالبان حکومت سایه بسازند و طور مشکل ایجاد کنند، مانند ایزی که همیشه در طول تاریخ پاکستان جندار و منطقه برای امریکا بوده، حالا سیاست ها را به نفع امریکا بازی میکنه. هر چی که امریکا در مورد طالبان تصمیم بگیره، پاکستان او را عملی میکنه. پاکستان در طول تاریخ، در دوره جهادی طالبان، در دوره مجاهدین، در طول تاریخ جندار و منطقه بوده. برای کی؟ برای امریکا و انگلیس. به خاطر خدا نبوده، به خاطر قرآن نبوده، به خاطر کلمه نبوده. این را شما باید بدانید. بنابراین هر چی که امریکا در مورد افغانستان تصمیم بگیره، پاکستان منحیث یک نقشه، منحیث یک اجیر او را عملی بید. درست. و سید سیبی که باور شما، هرچند حکومت تازه پاکستان مثلا شکننده است، دیرپان نیست، اما تا زمانی که حاکمیت میکنه چی روی کرد در برابر افغانستان داره؟ و در حال حاضر سفرهایی که از طرف کاردار سفارت پاکستان مثلا به قندار صورت میگیره، هرچند در نخست شورم داشتین، حالا در کابل با مقامات صحبت میکنن، در پی چی هستن؟ چی پیام داره؟ و آیا در پی ترمیم روابط هست یا پیام های تازه حکومت آورده به مقامات امارات؟ این رفت آمدها وقت گذرانی فرصت پیدا کردن است. ببرید تو بگم مانند همه که جناب آقای متقی که احترام دارم، بدون سلط تصمیم قندار صلاحیت نداره، حکومت پاکستان هم بدون تصمیم اردو و فوج هیچ صلاحیتی نداره. من یک بار دیگه تکرار میکنم، پاکستان میگه که طالبان افغانی پاکستانی رو شما مهار کنید. آیا شما رو به خدا طالبان افغانی این قدرت دارن؟ همین توان دارن؟ حالا اینا باورشی هست که وجود ندارن. وقتی وجود نداره چرا مهار بکنن؟ و وقتی در داخل پاکستان باشه مسئولیت اینا نیست که برن داخل خاک پاکستان این مسئولیت اینا ادا بکنن. پاکستانی ها خود میگه که وجود دارن، دلیل دارن. میگن شما 3 دفعه اونا رو شاندین به کابل، همراه ما به کابل شاندین، آتش بس کردن، چطور وجود نداره؟ او رو پاکستانی قبول نمیکنن. درست. و خب حالا مثلا وقتی امارات اسلامی میگه که وجود نداره و در کابل اینا یا در هر جایی که بود از جمله خوست مثلا زمین سازی کردن، خب به حسن نیت امارات اسلامی را به نحو نشان میده که ما به خاطر ثبات در پاکستان این کار کردیم. اما چرا مثلا به این نقطه باور نمیکنه در کل پاکستان، جهان، که دی دی پی در افغانستان حضور نداره؟ درست در او طرف خط فرضی دیورندن. ببینید ما قضاوت کرده نمیتونیم. سخنگوی امارات طالبان در کابل میگه که طالبان پاکستانی وجود ندارن. درست. ما قرض نداریم، ما هیچ کار نیست. اما پاکستانی ها چی میگن؟ نمیگن در سیرینا در کابل هستن، در وزیر کارخان هستن، ما خبر داریم. من چه قضاوت کنم که هر کس دروغ میگه؟ من نمیفهمم کی دروغ میگه. خدا شاهد است که من نمیفهمم کی دروغ میگه.
درست سعید صاحب تشکر بر خود دروغ میگم تو یک خود دروغ میگی درست برمیگردم برمیگردم میخوام بپرسم به جمعنی رو میخوام داشته باشم چکری صاحب خوب از دید شما حال که در افغانستان بیشترم گفتم میشه که صلح و ثبات اومده و حکومت تازه در پاکستان حالا روی کار آمده فکر میکنید چگونه میتونن دو طرف نزدیک شوند و یک تعامل شکل بگیره تا و حسن همجوری باشه و دو طرف بتونن در کنار هم در صلح و ثبات زندگی داشته باشه. نظر دو طرف تاکید میکنه که بیشتر پاکستان که ثبات در افغانستان به معنی ثبات در اسلام آباد و پاکستان هست. بدون شک وضعیت امنیتی اگر در افغانستان خوب باشه پاکستان هم در امن میباشه و پاکستان اگر امنیتش خوب باشه وضعیت افغانستان هم خوب میباشه. اما متاسفانه بدون چینایی ها که پاکستان امروش مناسبات خوب داره با تمام کشورهایی که در همسایگیشان است با همشان در تنش هستند و ما امید داریم که با افغانستان وضعیتشان بهبود پیدا بکنه. بعد ازی بدون شک حکومت نظامی که در پاکستان است تمام اختیارات در دست از اونا هستند. حکومت ملکی نه صلاحیت داره و نه برشان زیاد زمینه را مساعد می سازد تا اونا تصمیم خود بگیرند و هر نوع تصمیماتی که از پاکستان نسبت به افغانستان گرفته میشه و از قبل تدوین شده است و پاکستان همیشه تئوری فقیرسازی در افغانستان او را کار میکنه اما نتیجه کار هم دیدن که بالاخره اگر وضعیت افغانستان خراب میباشه از پاکستان هم وضعیت خوبتر نمیتونه که داشته باشه. حال اگر پاکستان بخواهد که وضعیت اقتصادیش بهبود پیدا بکنه کالاهایش بره به آسیای مرکزی یگانه راهش هم است که وضعیت افغانستان باید خوب باشه از لحاظ امنیتی. در غیر صورت باز از لحاظ اقتصادی نمیتونه که مفاد درست داشته باشه. خب مردم بلوچستان که وقتی کشور اسلامی میخواهد خودشان قیام میکنن در مقابل حکومت خود او به مردم افغانستان چی ارتباط داره؟ یا مردم صوبه سرحد میخواهد که قانون اساسیشون قرآن عظیمشان باشه استقلالیت خود را دوام میکنند و به افغانستان ارتباط نداره. یعنی مشکلات داخل پاکستان است و بحث تی تی پی که است یک شاید 15-20 سال 25 سال است که در میان است اما مشکلات افغانستان بین پاکستان از وقتی که تشکیل پاکستان منیس یک حکومت در سازمان ملل متحد عضویت مجموع عمومی سازمان ملل متحد را گرفت مشکلات از موقع بین افغانستان و پاکستان وجود داره. یعنی معنایش این است که فعلا مشکلات تی تی پی باعث شده که وضعیت بین افغانستان و پاکستان به این حالت برسه. اما ظاهرا معلوم شد در حاکمیت دوباره امارات اسلامی این موضوع بسیار مطرح بحث بوده. همواره در نشست صدای اسلام آباد بلند شده که تی تی پی در افغانستان حضور داره و از خاک افغانستان حملاتش را سازماندهی میکنه. چرا این باور وجود نداره تا اینجای کار امارات اسلامی بارها همین موقف داشته و در هر نشست و در هر ملاقاتی که شده و سفرهای بلندپایه مقامهای پاکستانی هم که به افغانستان صورت گرفت موضوع رو مطرح کردن چرا باور نمیکنن که واقعا چنین یک چیزی از خاک افغانستان وجود نداره و تهدید متوجهشان نیست؟ بدون شک مردم پاکستان خودشان میخواهد که در پاکستان یک حکومت اسلامی برپا شود. یکی تلاشایشان تا کجا نتیجه میده، یکی از حکومت افغانستان یا از طالبای افغانستانی ها اونا انگیزه گرفتند، خودشان هم کوشش میکنند که در پاکستان قدرت را تسخیر بکنند. او تلاشای خود را میکنند تا بالاخره یا به هدف خود برسند یا نرسند بعدا معلوب خواهد شد. خب چیزی است که تلاشای از اونا جریان داره و اونا نمیتونند که طالبای پاکستانی را خودشان کنترل بکنه، کوشش میکنه که ملامتی خود را بالای مردم افغانستان بندازه که از طرف افغانستان است این مشکل ایجاد میشه. وقتی که دروج استخبارات داره، آیسای بسیار قوی داره، بخش وزارت دفاع و داخلش بسیار قوی است و مردمشان با حکومتشان همکار هستند، یعنی خارج از کنترل پاکستان در پاکستان ایجاد میشه. یعنی مهار تی تی پی حالا خارج از کنترل پاکستان هست و نمیتونه اینو مهار بکنن. بدون شک از لحاظ عقیدوی میخواهند بجنگند اما کنترلش نه در دست افغانستان است و نه در توان مردم افغانستان است. بسیار تشکر برمیگردم. سپاسگزارم. سعیدی صاحب روی هم رفته به طرف جنبندی اگر بریم حالا عزیز شما نزدیکی اسلام آباد کابل چگونه ممکن هست؟ راه عبور از تنشا میان دو طرف در چیست عزیز شما؟ مزارن میتونم ایتو گمزارم که خیر خیریت هر دو کشور به یک گر میشنه سوا سل میشه رفت آمد میکنیم. یک گپ ساده و اشتوکانه است که من به شما بزنم اما واقعیتی است که آدم ببینی که منطقه در چی حالت است، جهان در چی حالت است. سل افغانستان، روابط افغانستان با پاکستان دور شده نمیتونه از نظریات چین، نظریات امریکا، نظریات روسیه و آورخواستهای جهانی. تکرار میکنم در محوریت پاکستان، تکرار میکنم در محوریت پاکستان، در شیطنت پاکستان، امریکا حکومتی در افغانستان میخواهد که روابطش با ایران قطع باشه، به روسیه رابطه نداشته باشه، با چین رابطه نداشته باشه، معادن افغانستان چین لیلام نکنه.
چین و روسیه و شمول ایران در افغانستان حکومت میخواهند در محوریت ایران که دست امریکا کوتاه باشه، امریکا در اینجا نقشی نداشته باشه. همین لحظه که به شما گم میزنم فضای افغانستان در کنترل امریکایی هست. شما چی فکر میکنید که امریکا حوصله میکنه که معادل چین، معادل افغانستان چین خورده بره؟ امریکا حوصله میکنه که ایران در اینجا نقش کلیدی داشته باشه؟ نقش ما رو تصمیم میده چون اشاره چی میتونه باشه؟ چی نوع سیاست باید بازی بکنه تا که حفظ بکنه خدا به نوه؟ بسیار کوتاه هم لطف میکنین سیدی سب. اگر افغانستان میتونستی با در کشورهای منطقه و فرا منطقه رویه ای را اختیار میکرد که علیه کسی دیگری نمیبود، تضاد بر کسی دیگری نمیبود، این را ثابت کرده میتونست کار خوبی بود. اما افغانستان نمیتونه. از یک طرف افغانستان به رسمیت شناخته نشده، در سازمان ملل متحد نیست، در کشورهای مختلف سفیر نداره، تعدادی از کشورهایی که در کابل سفیر دارن اینا نماینده استخبارات هستن. من بارها گفتم این آقای قومی دیپلمات نیست، نماینده سپاه پاسداران ایران ها برادر. ممنون شما. همین همچنین بران با این وضعیت نمیشه کاری کرد. یعنی آقای متقی هرچی فعال باشه کاری کردن نمیتونه، به خاطر اینکه بحران فرا منطقوی، یعنی بحران فرا منطقوی افغانستان رو آتش کرده، نه بحران داخلی. ممنون شما، بسیار تشکر و تشکر است. بسیار کوتاه لطف میکنید، در حد 15 ثانیه فرصت آخرین صحبت شما رو میخوایم داشته باشیم. راه حل چی میتونه باشه؟ چون نمیتونه دو طرف نزدیک شون. خب برای مردم افغانستان فعلا فشار ترانزیت یا امتیاز ترانزیت وجود داره که آسیای مرکزی رو با جنوب آسیا وصل بسازه و جنوب آسیا رو با آسیای مرکزی. امید است که امارات اسلامی در رابطه با تدوین سیاست‌های خارجی خود از افراد مسلکی استفاده بکنه و این رو میتونم بگویم که فعلا افغانستان در متن سیاست خارجی امریکا قرار نداره، به مخاطر است که امریکا زجر رفت و افغانستان نیاز داره با یک پارتنر که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه که فعلا با چین بعضی تعاملات اقتصادی و سیاسی خود را به پیش ببره. بسیار تشکر، سپاسگزارم. ممنون گرامی از حضورتان دکتر جانت فهیم چکری استاد دانشگاه و همچنان آقای احمد سعیدی آگاه رابط بین الملل از حضورتان در برنامه. خیلی خوش اومدین و از اون میندم. این ترتیب میرسیم به پایان محور. از حضور شما هم سپاسگزارم. شبتان بخیر.